دردهایی که ما توشون رفتیم همشون درس دارن، دکتر ما هم تشریف آوردند و اینکه ما میخوایم در اونجا و بریم توی ریشه و این مستلزم این هست که من و شما یک مقدار عمیق‌تر بشیم با خودمون و همونجوری که همیشه از من شنیده این چیزها رو ساکت بکنیم. سلام به دکتر عزیز لاله مهداد. سلام بر شما چطوری سیدی عزیز، خوشحالم که امروز اینجا هستم، مهمانت هستم، خیلی خیلی باعث خوشحالی منه و that's it. مرسی. مرسی از اینکه جون لایف ما رو پذیرفتین دکتر مهداد و اینکه اتفاقا دیروز داشتم پشت شما صحبت میکردم، با مریم جون صحبت میکردیم، مامان اریل، و گفتم مریم من و شما، من واقعا با دکتر لاله که صحبت کردم متوجه شدم که سیاست چقدر مهمه. یک عمری من در موقعی که پرسونال ترینینگ میکردم در جنگ بودم و منیت گنده و همینی که هست و گوش کنین و چرا گوش نمی کنین و مگه نمیشنوین و چجوری باید بگم. بعد گفتم دیگه یواش یواش نرمتر شدیم، ولی شما یکی از الگوهایی هستی که به ما عشق و مهربانی رو نشون میدی. مرسی قربون شکلت. داشتم فکر میکردم این سیاست کجا چی بعد این رو گفتی. مرسی ازت، خیلی متشکرم. یه پوان خیلی که نمیشنوم. یه پوان خیلی بزرگیه که من سالهای سال نداشتم، چون هیچ فیلتری در ذهنم نبود، هر چی که میومد همونجوری میگفتم ریگاردلس که طرف چجوری چیز برداشت میکنه. ولی خب دیگه خیلی خوشحالم، نمیخوام وقت برنامه‌مون رو بی خودی بگیرم دکتر جان، چون میخوام بریم سر بحث وسواس و همونجوری که با هم دیگه صحبتی کردیم و فالوورهای منم همشون میدونن، من خیلی تکرارا اینو گفتم توی برنامه‌های خیلی زیادم که بیش از 30 سال و اندی من خودم دایگنوز شدم به OCD و بعد اینکه خب راه‌های مختلفی داریم، راه من این بود که به جای اینکه برم روی مدیکیشن، به خصوص که اون زمانی که من دایگنوز شدم خودم هم خب فیلدم ورزشی بود و با خیلی دکترها کار میکردم و یکی از اونها دکتر ابت بود که فوت کرد چند سال پیش. دکتر ابت نمیدونم یادتون هست یا نه، ولی 30 سال پیش اصلا خدا بود در فیلد ورزشی. یعنی زمانی که اتلتا یه اتفاقی براشون میافتاد و میمردن، دکتر ابت میومد توی CNN و 60 Minutes و اینا صحبت میکرد که اصلا ریشه و کاز و اینا چی بود. من چندین سال با دکتر ابت کار کردم و دکتر ابت اون موقع به من گفت 30 و چند سال پیش، گفت سودی این قسمت ورزش و اینا خیلی مهمه، ولی یادت باشه که قسمت موتیویشنش، چون مثلا اون موقع 30 سال پیش ما زمانی که توی باشگاه و اینا بودیم، خب ما همه رو ساین اپ میکردیم برای 4 سال ممبرشیپ، بعد افراد یه ما دو ما میومدن و دیگه اینا غیبشون میزد. عباد به من گفت ببین برو دنبال این قسمت که تو ذهن و ایموشن آدم ها رو چجوری میتونی آماده بکنی. برای همین من خودم دیگه تو همون زمانم خیلی جالبه که دایگنوز شدم به OCD، اونم یه هینتی به من داد که چرا اینقدر دنبال من میکنی، چون مثلا مگه صد نمیگرفتم بعد کلی نصیحت میکردم که چرا 98 به من دادی، دوام هم بحث رو نمیدونم این. بعد گفتی بد نیست که یه چکی هم بکنی راجع به OCD و این داستانا. دیگه افتادیم تو، حالا من دیگه میدم دست شما و شما به من بگین باشه ما رو راه نمایی کنیم. قربونه تو، خیلی هم ممنون. دو تا صحبت، یکی صحبت قبلی که کردی، ممنونم ازت. من باور دارم وقتی که من خودم تمام نکات مثبت و منفی رو با هم دارم، هیچ وقت نمیتونم کسی رو قضاوت کنم و هیچ وقت نمیتونم فکر کنم بهتر یا بالاتر از کسی دیگه ای هستم. برای همین وقتی به این برابری باور دارم، هیچ وقت احساس نمیکنم که باید اصطلاحاً کلاس بذارم یا سخت بگیرم یا عشق ندم، چون عشق جزو اون چیزاییه که وقتی میدیم بیشتر دریافت میکنیم. نه حالا با این نگاه حسابگرانه بخوام این کارو بکنم، ولی دیگه میشه نیچر آدم که
وقتی من میدونم که خودم هر دوی اینها رو دارم، پس چرا باید اصلا خودم رو بهتر یا برتر بدونم؟ چون اصلا بهتر و برتری وجود نداره. اما برگردیم روی صحبت و عنوان خودمون. سودی جان، من میخوام ازت تشکر کنم به خاطر اینکه عنوانی رو انتخاب کردی که خودت به عنوان یک نفری که تو تجربه این قصه زمانی که تشخیص داده شد بودی و بعد توی درمان این قصه بودی، در نتیجه یک شاهد و ناظر برای اینکه بتونی کامل کنی همه صحبتهایی که داریم میکنیم. و حقیقتا ممنونم ازت که این اوپن آپ رو کردی توی گروهت برای فالوئرها و اینکه بتونیم این رو ازش استفاده خیلی خوب بکنیم. میدونی به نظر من این یک شانس خیلی خوبه، چون گاهی اوقات ما در مورد چیزایی صحبت میکنیم فقط توی بحث تئوری و روانشناسی میمونه، اینجا ما میتونیم از هر دو قسمت ببینیمش، در نتیجه یه تجربه خیلی خوب که خودتو هستی رو همیشه این داشته باشیم. اما حالا وسواس چی هست؟ بعد از این دو نکته که میخواستم شفاف بشم باهاش، وسواس مجموعه افکار یا رفتارهایی هست که ما به صورت تکراری یا وسواسگونهی تکرارش میکنیم. به انگلیسی میشه obsessive compulsive. ابسسیف میشه بخش وسواسش که من هی مثلا فکر میکنم که گازو خاموش کردم یا نه. این که تو فکر من هست بخش وسواسش است. وقتی به کامپالسیو یا رفتار تکراری بدل میشه که من برم گازو چک کنم یا درو قفل کردم یا نه، این فکر وسواسی هست. وقتی میرم چکش میکنم، عملا چک میکنم، میشه مثلا رفتار وسواسی. اگر اینا در حدی باشه که وقت منو خیلی بگیره، بخش مهم توی زمانی که ما میگیم دیسوردر یا اختلال، بخش یا بیماری، چیزی که اصلا برای ما مشخصش میکنه این هستش که اون رفتار منو از زندگی بندازه، یعنی وقت مهمی از منو بگیره، یا مثلا باعث بشه که نتونم کار کنم، نتونم به هدفام برسم، نتونم برم توی رابطه، نتونم خیلی کارا رو انجام بدم، یا به سلامتم داره لطمه میزنه. در نتیجه اگر حدوداً یک ساعت از وقت ما رو در روز میگیره این فکر یا رفتار وسواسگونه، اون زمان ما میتونیم بهش بگیم obsessive compulsive disorder، یعنی OCD. اگر عزیزانی که دارن اینو میشنون این یک ساعت در روز دارن وقتشون رو به این اختصاص میدن، حتما برن یک روانپزشک رو ببینن، چون دیگه یه اختلال هست. اینا رو تمامش من تجربه کردم و چند تا از چیزهایی بود که فرضاً خب اون زمان من با وسواس دایگنوز شدم، ولی خب خودم که بعدن روانشناسی خوندم متوجه ADHD شدم، چون من تمام دوران های اسکولم اصلا سر کلاس نبودم، یعنی اگر تو کلاس بودم انقدر کلاس رو به هم میریختم که معلم ها که میومدن گفتن شما امروز تشریف دارین سر کلاس یا نه. من تمام وقتم تو زمین بازی گذشت و اصلا یک بیقراری و یعنی من انقدر انرژی بود که فقط از در و دیوار باید بالا میرفتم. حتی توی های سکول دیگه من اصلا تیم والیبال رو دستم گرفتم، خودم شدم مربی. اون از اون قسمتش. و بعد قسمت بعدیش این بود که مثلا سالهای بعد خب من یادم 18 سالم که بود یکی از معلمای من، چون میخواستم که خودم اون زمان من اومده بودم دیگه اینجا، میخواستم از ایران پول نگیرم از خانواده، بنابراین با بردم صحبت کردم، گفتم من چیکار میتونم بکنم خیلی سریع که بتونم پول در بیارم که برم کالج و اینا. گفت دو تا چیز همیشه کار میکنه، یکی قضاست، یکی آرایشگریه. من رفتم مدرسه، اسمم نوشتم برای آرایشگری. اینجا هم که میدونی 10 ماه میتونی فول تایم بری تمام وقت و اینا که لایسنس هم گرفتم. معلمم شروع کرد یک شروع من گیر داد که بیا تو مادلین، و اون قسمت مادلین باعث شد که اولین عکسی که اومد من گفتم، چون همیشه گونه های بالایی داشتم، گفتم وای من چقدر چاقم، افتادم توی وسواس لاغری. و سالیان سال این قضیه بود که یه اونس بالا رفتم یه اونس پایین اومدم.
بنابراین توی این قسمت میدونم که خیلی از ماها توی این قسمت مشکل داریم، وسواس روی وزنمون و هیکلمون. بله، این یکی از انواعش هستش که شاید الان به خاطر تبلیغات، به خاطر مدلایی که هستش و همه چیزایی که میاد بیشتر شده باشه، یعنی بیشتر ببینیمش. اما وسواس همونطوری که گفتی، تو اشاره کردی به ADHD یا قبلا که ADD میگفتن، اشاره کردی و متاسفانه این تشخیص داده نمیشد قبلا و توی زمانای کودکی من، اقلا با سن من، بیشتر میگفتن بیتربیت، بدرفتاره، بیشتر اینطوری تعبیر میکردن به جای اینکه بدونن علت رو پیدا کنن، که خوشبختانه علت هم پیدا شد و الان به عنوان یک اختلال دارن باهاش مواجه میشن. اما بخشی که ما باید در نظر داشته باشیم اینه که استراب شاید بچه مشترک این هاست. استراب، برگردیم روی وسواس، استراب یکی از دلایلی هست که رفتار وسواسگونه ایجاد میشه یا فکر وسواسگونه ایجاد میشه، اصلا خود OCD پیش میاد یا OC پیش میاد، اما خود این عمل هم موجب استراب بیشتر میشه. پس اگه بخوایم نگاش کنیم، میاد توی دستبندی های اختلالایی که مربوط به استراب هستن. ما اصلا به اون قسمتش که مثلا پرسونالیتی دیسوردر هست یا اختلال شخصیتی هست کاری نداریم الان، اگر رسیدیم به اونم یه اشاره‌ای می‌کنم تفاوتش رو. اما این قسمت قسمتی هستش که ما خوبه بهش توجه داشته باشیم که بحث استرابه. یعنی اگر من بتونم مدیریت کنم استرابم رو، این رو هم میتونم مدیریت کنم. و انواع اون، انواع وسواس، یکی از اونها بله میتونه وسواس در مورد قیافه و هیکل و ظاهر باشه و اینقدر من به خودم زیادی برسم و اینقدر زیادی به خودم توجه کنم که مسائل دیگه پیش بیاد، مثل لاغریایی بیش از اندازه که بیماری هست، یا اینکه چاقیایی بیش از اندازه، یا جراحی های زیبایی بیش از اندازه، یا و اینها همه چیزهایی هستش که و میبینیم متاسفانه تو سطوح مختلف، یعنی کسانی ممکنه خودشون جزو آدم های مطرح هم باشند حتی تو زمینه روانشناسی، ولی به شکل وسواسگونه ای اون توجه رو به خودشون نشون میدن و حتما ما باید کمک حرفه‌ای بگیریم. حتی اگر من روانشناس این مسئله رو دارم، باید که کمک حرفه‌ای بگیرم. گاهی اوقات این کمک ها با درمان است که با صحبت میکنیم چه درمان هایی بهترین هست، چه کار میتونیم بکنیم، و گاهی اوقات با دارو هستش و گاهی اوقات با هر دوی اینها. یعنی بهترین شکلی که میتونه باشه با هر دوی اینهاست که بتونه به ما کمک بکنه تا بهترین نتیجه رو بگیریم. اما از انواع وسواس و از کجا میاد اگه بخوام صحبت کنم، یکی از این وسواس ها وسواس آسیب زدن هستش. من به خودم آسیب بزنم یا به دیگری آسیب بزنم، هر دوی این هاست. در نتیجه تو آسیب زدن به خودم میتونه این باشه که مریض بشم. الان اگر از حتی در این حد میتونه باشه توی قسمت فکریش که اگر من از این خیابون رد شم مریض میشم حتما. اگر با دست چپم تلویزیون رو روشن کنم حتما یکی از اعضای خانواده میمیره. خب یک چیزهایی که دلیل منطقی براش نیست، چون من زمینه های اون obsessive compulsive رو دارم، میاد برای من به شکل فکر وسواسی میشه. یا مثلا وسواس جنسی هستش. اگر یه چیزی برای من تابو باشه، یعنی اینکه جزء ممنوعات هستش، به طور مثال ما میبینیم توی وسواس جنسی، وسواس توی فارسی و توی جامعه ایران میگن زنای با مهاره، یعنی رابطه جنسی با یه نفری که مجاز نیست از نظر دینی، مذهبی، قانونی باهاش رابطه جنسی داشت. اون چون تابو هست و ممنوعیت هست، اینقدر میترسه از این که دوچارش بشه که ناخودآگاه توی تصاویر ذهنیش این اتفاق میفته. یعنی تو ذهنش این کار هی میبینه که داره مثلا این کار رو انجام میده و دوچار وحشت میشه. گاهی اوقات این تصاویر ذهنی که برای ما میاد، همینجا که هستم بگم که با توهم اشتباه میشه، یعنی با سایکوزس، اون چیزی که نشونه بیماری های روانی هست. برای همین اگر خبر نداریم ازش،
نمیدونیم که چیه و اگر رو علائم ما توجه ندیم، حتما با یه پزشک صحبت کنیم. به ما میگه که این یه بیماری ابسسیو کامپالسیو هست که قابل درمان و این و این هست، یا یک سایکوسیس هستش که ما باز با دارو اینها میتونیم کنترل و مدیریتش کنیم. گاهی اوقات تصاویری که ما داریم میبینیم یا برای ما همش میاد، مثلا فکر کنید یه مادری که بچه دار شده، از ترس اینکه به بچهش آسیب بزنه دچار این وسواس میشه و همیشه تو ذهنش این تصویر هستش که الان مثلا توی خواب دارم به بچه‌م شیر میدم، افتادم روش، مرد. و این حواسمون باشه، به خصوص اگر یه داستانه اینجوری هم شنیده باشید، حواسمون باشه که اینها میتونه این قضیه باشه، یعنی وسواس باشه، وسواس فکری باشه. از طرف دیگه میتونه خشونت باشه، ترس من از اینکه دارم مثلا بچه‌مو میزنم یا دارم کسی رو کتک میزنم یا خشونت دارم باهاش. اینها جز فکرهای وسواسگونه است و براش کاری بکنیم، چون باور دارم که اگر بعضی از این وسواس ها به شکل خاصتری برای ما میاد، معنیش اینه که روی اون قسمت بیشتر باید کار کنم. مثلا اگر داره به شکل خشونت میاد، اینقدر من از خشونت فراری هستم که این میاد، یا تمایل دارم که این میاد، برای اینکه اینو بتونم تفکیک کنم از یه متخصص استفاده بکنم، ولی بدونم که توی این طبقه میگنجه. خب حالا فکر کنید وقتی که این فکر برای من داره میاد، چقدر برای من انگزایتی و استراب میاره توی رابطم با بچه‌ام، توی زندگیم. بعد میترسم بقیه بفهمم، بعد میخوام قایمش کنم، خود این استراب بیشتر میاره و من میافتم توی چرخه معیوب استراب و بعد افسردگی و بعد فکر میکنم که دیگه دنیا به آخر رسید. در حالی که اگر من بتونم برم و دکتر رو ببینم و مشاور رو ببینم و تشخیص داده بشه، خیلی راحت میتونیم مدیریتش کنیم. خیلی راحت که میگم از نظر زمانی نیست، بسته به اینکه شدت و مدت این تجربه های من چقدر باشه، زمان درمانش هم طول میکشه. برای همین یکم زمان بدیم به اون قسمت درمان. من با کلاینتی کار میکردم که میگفت من قرص خوردم، دکتر بهم قرص داده، چند روز خوردم ولی اصلا فایده نداشت. قرص قرار نیست چند روز فایده داشته باشه، قرص قراره در دراز مدت فایده داشته باشه. بعضی از داروهایی که به ما میدن داروهایی هست که تازه بعد از یک هفته شروع میکنه بیاد تو جریان خون ما و تاثیرش رو بذاره، نه حالا تو جریان خون، تاثیرش رو بذاره، کارکردش رو شروع کنه. من شما زمان بدیم بهش، یعنی اگر خوردم بلافاصله جواب نداد همینطوری قطعش نکنیم، کنارش بتونیم روان درمانی هم بگیریم که کمک میکنه. همینجا تا توی انواعش هستم بگم که و جزء اون باورهای ذهنی، یکی از وسواس‌های خیلی بزرگی که ما داریم، وسواس ما نه توی جامعه مثل جامعه ایران که خیلی جامعه مذهبی الان هست به ظاهر، یا فشارهای مذهبی هست، میتونه وسواس مذهبی باشه. وسواس مذهبی میتونه به شکل رفتاری نجس و پاکی باشه، یا به شکل فکری باشه که من حتی مثلا میگم به وجود خدا هم شک میکنم، یا به وجود فلانی هم شک میکنم. این میتونه باز جز اون وسواسه باشه، و چون احساس گناه شدیدی بعدش میاره، طرف میره دوباره خودش رو پنهان میکنه، میخواد خودش رو جدا کنه و احساس گناه شدید داره، حتی ممکنه تو مواردی به خودکشی هم منجر بشه اگر اون بخش از خانواده مذهبی خیلی زیاد اومده خشک اومده باشه، میتونه که این اتفاق بیفته. خب اینها بعضی از وسواس ها هستن، ولی ما یه سری وسواس های دیگه هم داریم که توی وسواس های عملی هستن. مثلا وسواس اینکه همه چیزها با هم دیگه نظم داشته باشن. مثلا میبینید سه تا خودکار روی خط باشن، کتاب ها حتما روی نظم اینجوری چیده شده باشن، یا حتما رنگ ها اول باید طبق این باشن، اینجوری چیده باشن. این وسواس تقارن هستش که به شکل باز بیمارگونه من اینقدر روی این دارم وقت میذارم که نمیرسم اصلا کارم رو شروع کنم، میدونید. و یه وسواس دیگه وسواس تمیزیه. تمیزی میتونه شستن دست خودم باشه، توی حموم حتما باید مثلا سه بار خودم رو صابون بزنم و چهار بار باید
دوش بگیرم، آب بریزه روم و حتما باید از این سمت به این سمت باشه و برسه به میشه. یه سری کارهای اینجوری که به عنوان ریچوال یا آیین برای ما میشه، میتونه رفتارهای وسواس گونه باشه. معمولا روی این قصه هیچ دلیلی هم براش نیستا. ببینید، حتما باید 3 بار در رو چک کنه، یعنی میخواد باز کنه یا ببنده. 3 بار این کار رو میکنه، بار سوم در رو باز میکنه، یعنی فکر نمیکنه بازه یا بسته است، ولی این ریچوالش هست برای اینکه این کار کنه و فکر میکنه اگه این اتفاق این کار رو نکنه حتما یه اتفاقی میافته. خب یکی از وسواس هایی که ما تو ذهنمون داریم که وسواس فکریه، وسواس آتیش زدنه، باعث آتیش سوزی بشه. اگر یکی ترس و حراس زیاد داره از این قضیه، میتونه جزو گروه وسواس باشه نه گروه فوبیا. خب حتما با مشاورشون چک بکنن، حتما با یه متخصص چک بکنن ببینن که کدوم هست. به هر حال اینها میتونن انواع وسواس باشن. همینطور که جلو بریم بازم من به ذهنم برسه چیزای دیگر رو میگم، ولی اینا جزو شایع ترین انواع وسواس هستن که من باور دارم بحث فرهنگی میتونه موثر باشه. مثلا توی جامعه ای که بحث مذهبی زیاد داره میتونه وسواس مذهبی رو بیشتر کنه. تو جامعه ای که بحث مثلا مسائل جنسی رو داره یا تبعای جنسی رو داره میتونه وسواس های جنسی رو بیشتر کنه و همینطور تا آخر. در چند قسمتی که صحبت کردین، یکی این که فرزن خب خیلی ها رو ما میبینیم که زن و شوهر هم هستن، ولی همون قسمت سکس داشتن با همسرشون یه کار خیلی کثیفه، یعنی بعد از اینکه بلافاصله، یعنی با یک اجبار این کار انجام میشه و بعد از اینکه سکس داشتن فوری باید خودشون رو بشورن و بسابن. چقدر فکر میکنی این قضیه برمیگرده به اون آپبرینگینگ ما، اونی که چون من اینو خیلی میبینم توی جلسه هایی که میذارم، که وقتی که میام تو این قسمت که یا مثلا من دیدم کسایی که ازدواج کردن 2 ساله یا 3 ساله ولی هنوز نمیتونن با همسرشون رابطه جنسی برقرار بکنن، چقدر از اینا برمیگرده به کودکی ما و اینکه خانواده ما فرزن به خصوص مادرها خیلی امفسس میذارن روی دخترها که اینجوری نباید باشه، اینجوری نباید بشینی، اون آپبرینگینگی که ما دختر رو خیلی متمایز میکنن که باید خیلی حواسش به خودش جمع باشه و خیلی توی رفتارهاش باید مراقبت بکنه و اون چیزی که مادرها به دخترشون میدن که سکس یه چیز خیلی کثیفه. ببین نکته خیلی مهمی رو اشاره کردی بهش، که متاسفانه خیلی هم شایع هستش. من پیشنهاد میکنم عزیزانی که این مشکل رو دارن به حرفای من از این به بعد به عنوان یه توصیه گوش کنن، چون تخصص من تخصص روی مسائل جنسی نیست. من اطلاع دارم ازش به عنوان اینکه دکترای روانشناسی دارم و حتما با یه متخصص مسائل جنسی صحبت بکنم و البته یه لایوی هم میخوام مژده بدم که هست 8 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 8 فوریه است در مورد مسائل جنسی با کسی که تخصصش این هست صحبت خواهیم کرد. اما البته تاریخ رو دقیق نمیدونم، لطفا چک کن عزیزان. اما در همین حد و در ارتباط با وسواس و در ارتباط با بحث جامعه و در ارتباط با مسائل تربیتی که به هر حال این بخش گفتم تخصص من هست، میخوام بگم که ببین تو بحث مسائل جنسی و رابطه نداشتن با همسر مسائل خیلی زیادی مطرحه. یعنی برای کسی که 2 سال مثلا ازدواج کرده و توی حالا فضایی هستش که از نظر اخلاقی هم به خودش اجازه میده رابطه داشته باشه، حتی اگه توی خانواده منصبی باشه بازم نداره، خب علتش چیه؟ میتونه مشکلات مثلا رابطه جنسی دردناک رو داشته باشه، در نتیجه از این ترس و حراس، از این ترس و حراس دردناک بودن میتونه اصلا این کار رو نکنه. میتونه یه بخشش مادری داشته باشه که اون مادر خودش تجربه جنسیه، حالا چون ما داریم در مورد خانم ها صحبت میکنیم، تجربه جنسی دردناک داشته و این رو منتقل کرده.
یا ممکنه بدون عشق ازدواج کرده. برای همین این یکی از، یا به اجبار ازدواج کرده، این یکی از راههایی هست که میتونه خودش رو محفوظ نگه داره. خب اما اگر اینها نیست، یا چند تا چیز دیگه که باز اگه یادم بیاد میگم، میتونه علتش این باشه که من خودم رو کثیف میدونم. بچه ها معمولا توی کودکی شروع میکنن به شناختن خودشون از نظر جنسی و شروع میکنن به خودشون نگاه کردن، به خودشون ور رفتن، و همزمان که دارن دست به خودشون میزنن که اندامهای خودشون رو و بدن خودشون رو کشف کنن، یک لذتی رو هم تجربه میکنن و توی این لذت گذرا براشون میشه سیستم پاداش و اونجا ممکنه بمونن، یعنی تکرارش کنن چون پاداش لذت بخش رو دارن میگیرن. من کلاینتی رو داشتم که متاسفانه این در کودکیش وقتی این کار رو میکرد بهش سوزن میزدن، به یه بچه خیلی کوچیک، یعنی با سوزن روی پوستش میزدن که این کار رو نکنه. این بچه وقتی که بزرگ میشه فکر میکنید دیگه میتونه به راحتی رابطه جنسی داشته باشه بدون اینکه بره این چیزای غلط و این ترس و وحشت هایی رو که اینها رو با هم شرطی کرده کنار هم گذاشته حذف کنه؟ نه قاعدتا. به همین دلیل اگر که تجربه های اینجوری داشتیم، یعنی توبیخ شدیم برای کنجکاوی جنسیمون، ترسونده شدیم، اگر زمانی که با کس دیگه ای داشتیم این کنجکاوی یا بازی جنسی رو میکردیم توی کودکی، چون کودک نمیفهمه این رو هنوز، داشتیم این کار رو میکردیم، کتک مفصل خوردیم و خیلی از این اتفاقا میتونه باعث بشه که بترسیم. از طرف دیگه اگر تو همون دوران، بدونی که حالا پدر و مادر فهمیده باشن، ولی من یک تجربه جنسی داشتم که از ترسم، از وحشتم نگفتم، ولی احساس گناهی بهش اومده، چون به من گفتن گناهه اگر بدون مثلا ازدواج این کار رو بکنی، یا اگر مثلا با هم جنس خودت این کار رو بکنی، یا مثلا اگر توی این شرایط این کار رو بکنی، اگر یه همچین چیزی باشه باز این احساس گناه روی من هست و باز نمیتونم. یه نکته خیلی خیلی مهمی که میخوام اینجا بگم، بحث تروماست و سوء استفاده های جنسی هستش که اگر سوء استفاده جنسی از طرف افراد خانواده باشه که معمولا اینطور هست، آمار نشون داده که درصد خیلی بالایی، الان یادم نیستش که 90% یا 75% همچین چیزی، از خیلی عجیبی که همین لحظه از ذهنم رفت، با دو تا چیز قاطی کردم. به هر حال این درصد بالا از سوء استفاده های جنسی در کودکان از طریق افراد خانواده و آشنا اتفاق میافته. ترسناکه وقتی این آمار رو میبینیم، چون ما خیلی حواسمون هست که دیگری بچه ما اذیت نکنه، اما حواسم نیست که توی همین خونه که اعتماد میکنم و میذارم، حتی گاهی اوقات من میبینم ولی باز مراعات میکنم، چیزی نمیگم، سکوت میکنم به خاطر آبرو یا هر چیزی. و متاسفانه والدینی که خودشون مورد سوء استفاده قرار گرفتن خیلی بیشتر میتونن مورد سوء استفاده قرار بدن، در نتیجه یا سکوت کنن، هر دوش، یا سکوت کنن. یعنی من مادر اگر مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته باشم، ببینم که مثلا یکی از نزدیکانم به من تجاوز میکرده، ببینم که بچه‌ام توسط یکی از نزدیکانم بهش تجاوز میشه، احتمال داره که سکوت کنم و بگم نگو، چیزی نگم و به رو خودم نیارم. این رو حواسمون باشه، این اتفاقیه که میفته و خیلی بهش آگاه باشیم. خب حالا این فردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته، حالا میخواد بیاد وارد رابطه جنسی بشه، قاعدتا نمیتونی، یا اگر این کارو بکنه اون احساس کثیف بودن و شستن زیاده بعدش از اونجا داره میاد، چون من کثیفم، حالا بعد این کثیفی رو از خودم تمیز کنم، احساس گناه، احساس کثیفی از اینجا میاد. برای همین مراقب باشیم که حتما اگر داریم این تجربه رو میکنیم با یه متخصص مسائل جنسی یا سکسولوژ حتما صحبت بکنیم و مشکلمون رو حل بکنیم، اگر نه با ما خواهد موند و نه تنها با ما میمونه، بلکه متاسفانه ما این رو منتقل میکنیم به بچه هامون و این خیلی خیلی اهمیت داره و
امیدوارم تو روزی که با مریم جون این صحبت رو داریم، لایو رو داریم برای بچه ها، بتونیم این رو هم صحبت بکنیم. ولی الان میخوام از فرصت استفاده حتما. کنم و بگم که اگر ما حلقه های توهمی باشیم، که این حلقه ها مثل حلقه زنجیر فکر کنیم که توهمه، خب ما از نیاکانمون یک چیزهایی به ما رسیده، از نیاکانم به من رسیده، حالا من میخوام به نوادگانم همین رو بدم، به بچم میدم، به بچم، به بچهش میده و همینطور میره. من حلقه میانی هستم. اگر چیزی داره اذیت میکنه، من برم مشاوره، برم حلش کنم، این باز میشه، این زنجیر باز میشه و دیگه زنجیر نیست. هم نیاکانم رها میشن، هم من رها میشم. البته این تعبیر بسیار زیبا، تعبیر شخصی من نیست، تعبیر تیک نات هان هست در کتاب آشتی با کودک درون، که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده. عزیزانی که انگلیسیشو میخوان، اسمش از ریکانسیلیشن، بعدا میتونم این رو هم سوی کنم براتون. ولی این تعبیر خیلی زیبا رو داره و من حقیقتا دیدم این رو که چقدر مهمه که من تروماهای خودم رو بتونم درمان بکنم که به نفرات بعدی از جمله کودکان خودم ندم. درسته. این قضیه دست درازی از طرف خانواده های نزدیک که مخصوصا در فرهنگ ما فوق العاده زیاده و قسمتی که خیلی یه مقداری من رو کانسرن میکنه، یک اینه که بعضی از افراد هیچ وقت به کسی نمیگن، یعنی تا زمانی که من با کسی جلسه داشتم میگن اولین نفری هستی که من دارم اینو مطرح میکنم، فرق نمیکنه الان تو 50 سالگی 60 سالگی چه سنی دارم. یکی دیگه از قسمت های وحشتناکش اینه که کسانی که میان به مادرشون میگن که قرار اون حامی و پشتبانه من باشه، متاسفانه مادرهای ایرانی همون جوری که گفتین دو تا اپروچ داره، یا بچه رو اشتباهش میکنن یا تقصیر اون میریزن که تو میخواستی اطفال نریزی، تو میخواستی نمیدونم فلان نکنی، یا اینکه قسمت دوم، روش دوم که گفتین، که اصلا دینایش میکنن که دو انکار مرتبه میکنه. اون اپ، اون پروگرام یا اپی در من فعال میشه که من شنیده نمیشم، من دیده نمیشم، من مهم نیستم. و این یک قضیه خیلی بزرگه در فرهنگ ما ایرانی ها و اون اختلالی که در ذهن به وجود داد. من چند روز پیش توی لایو فارسی انگلیسیم بود، چون دارم راجع به ادیکشن داریم صحبت میریم تو قسمت ادیکشن و ترد شدن و این چیزها، چسبندگی بیمارگونه، کودیپندنسی، گفتم خب یکی از بخشای اینه که وقتی که من در کودکی دست درازی جنسی به من میشه و من، چون من یه جلسه داشتم با یه خانمی امریکایی بود و صحبت ما راجع به این بود که آره وقتی که این اتفاق افتاد، خب من کانفیوز شدم که مثلا دایی که انقدر به من مهر و محبت میکنه و اون نبودن پدر و مادر، چون پدر و مادر این از بچگی شاغل بودن و این ساعتهای زیادی رو با داییش میگذرونده و اون پاداش دادن که داییه اون کم بوده زمانی رو این رو بیرونش میبرده، سینماش میبرده، پارک میبردتش و براش هدیه میخریده، اون کانفیوژنی که در ذهن به وجود میاد که این دایی منه و قرار محافظت کنه، با این در امنیت باشم، ولی در عین حال داره به من دست درازی میکنه. درسته کاملا، من با شما موافقم. فقط میخوام یه توضیح بدم سودی جان، این که مسئله، اولا همه مادرای ایرانی اینطوری نیستن و مسئله فقط مال فرهنگ ایران نیست، ما توی غرب هم این رو میبینیم و کسانی که خودشون این تجربه رو داشتن به این دو شکل محافظت میکنن و به این دو شکل دارن هم از خودشون هم از اون کودک محافظت میکنن که ناراحت، خودش ناراحت گون، بیمارگونه است و سالم نیست و صحیح نیست. این مفهومش این نیستش که شاید واقعا بلد نیستن که چیکار کنن، چون بهشون همین گفته شده، این در واقع همون حلقه میانی است. مامان منم به من گفته ساکت باش وای آبرومون رفت، خب منم به بچه‌ام میگم ساکت باش وای آبرومون رفت. مامان من گفته تقصیر خودته، پس منم میگم تقصیر خودته. و گاهی اوقات حتی به
پدرانی که نزدیک هستن و گفته میشه همین عکس العمل رو دارن و از شدت خشم اونها این بچه میترسه، وحشت میکنه و دیگه نمیگه. برای همین خیلی مهمه که ما چند تا مورد رو در نظر بگیریم که الان اگه بخوایم به این برسیم از بحث اصلیمون دور میشیم. ولی حالا که اینجا هستیم بگم که البته لایوش هست توی پیج من، اگر که مایل باشین بعدا میتونم بگم که این رو حتما گوش بدن یا بپرسن عزیزان بگم کدوم لایو هست. این که چه ویژگی هایی اون آدمی داره که میتونه در حال سوء استفاده باشه یا سوء استفاده بکنه. مثلا بچه های شما یه هایی میان هی هدیه دارن یا یه نفر زیادی داره هدیه میده به بچه شما بدون هیچ دلیلی، حتما یه خورده شاخکامون رو تیز کنیم که برای چی اینطوره. اگه بچه های شما اطلاعات زیاد داره در مورد مسائل جنسی یا یه جوری در این مورد صحبت میکنه که مال سنش نیست، نگیم وای چقدر بچه هم خوب میدونه. حتما شک کنید به این که احتمال داره یه چیزی داره اون پشت اتفاق میفته که ما خبر نداریم. در نتیجه خواهش میکنم اون رو، اون دو تا سه تا لایو من رو کامل ببینن و ویدیوهایی هست که بتونن اطلاعات بیشتر پیدا کنن. اما برگردیم به این قضیه که چه چیزایی هست. به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، اعتیاد. خب من میخوام بگم چند تا عامل ما داریم که باعث میشه ما رفتار وسواسگونه پیدا کنیم و خود رفتار وسواسگونه میتونه باعث بشه ما یه سری کارهای دیگه بکنیم. خب اولا اگر ما استراب داریم یا زمینه های استراب داریم یا تو خانوادهمون کسی هستش که رفتارهای وسواسگونه داره، میتونه باعث بشه که من هم به وسواس برسم. یکی دیگه از این دلایل میتونه تروما باشه. تروما اون تجربه های وحشتناک خیلی زیاد عمیق آسیب های روانی هست که از توان مغزی من بیشتر بوده و نتونسته مغز من اینو پروسس کنه، تحلیلش بکنه. برای همین همیشه مونده و برای من خیلی ویژگی های خاصی رو آورده همراه خودش که من حتما توصیه میکنم عزیزان ویدیوی PTSD یا تروما رو توی ویدیوهای من ببینن که براتون میفرستم بعدن استوریش خواهم کرد. حتما این رو ببینن که اگر اون ویژگی ها رو دارن یعنی تروماتایز شدن. و اگر ما در کودکی تروماتایز شده باشیم و نتونسته باشیم اینو رفع کنیم، در بزرگسالی و در سنهای بالاتر دچار رفتارهای وسواسگونه میشیم. مثلا فکر کنید طرف ممکنه بگه من هیچ وقت وسواس نداشتم، هرچی سنم بالاتر میره بیشتر دارم وسواسی میشم. این میتونه ریشه توی یک تجربه تروما یا آسیب جدی روانی در کودکی باشه که حل نشده. ممکنه خیلی راحت فقط مثلا از دست دادن یه عزیزی باشه که خیلی نزدیک بوده، یا توی یک تصادف یا سانحه شدیدی بودم و نبودم یا و پروسسش نکردم، تحلیلش نکردم، برای همین میتونه اون باشه عاملش. یه چیز دیگه ای که میتونه خوده و استراب رو هم که اشاره کردم، یه چیز دیگه ای که میتونه رفتار وسواسگونه ایجاد بکنه، اگر من زمینه وسواس داشته باشم میتونه زمینه اعتیاد در من زیاد باشه و منجر به اعتیاد بشه. چرا؟ چون ما داریم میگیم کامپالسیو، رفتار تکراری. اعتیاد چیه؟ رفتار تکراریه بدون که نیازی بهش داشته باشم که انجامش بدم. من نیاز دارم برم گازو سه بار چک کنم که مطمئن بشم گاز مثلا خاموشش کردم، یا مجبورم مثلا 10 بار دستمو بشورم تا مطمئن بشم که من دستم تمیزه دیگه، میتونم الان بیام بیرون و هیچ مسئله ای نمیگم. به خصوص الان که تو زمان کرونا هم هست خیلی بیشتر این اتفاق میفته. اما اعتیاد چیه؟ من احساس میکنم نیاز دارم به این که کاری رو انجام، چیزی رو مصرف کنم به طور مثال یا انجام بدم که نیازی بهش ندارم، یعنی نیازمند نیستم. مثلا هی میخوام این شکلات رو بخورم بدون اینکه بدن من بهش احتیاج داشته باشه. حالا هم دیگه مزهش رو فهمیدم ولی میخوام بخورمش. این اعتیاد دیگه، اعتیاد به خوردن شکلاته. ولی میبینیم یه رفتار وسواسگونه هم هستش. یعنی رفتار تکراری هم هست. اونهایی که زمینه وسواسی دارن میتونن دچار اعتیاد بشن. اونهایی که زمینه اعتیاد تو خانوادهشون هست میتونن دچار چیزای تکراری بشن. شما فکر کنید مثلا اعتیاد به سکس، کسی میره
مثلا توی جاهایی که در مورد سکس چت میکنن، میره اونجا یه پیغام رو میذاره، بعد میگه خب اینم جواب بدم، اینم جواب بدم، نگاه میکنه یک ساعت طول کشید، باز میگه خب دیگه نمیکنم، میذاره میاد و فکر میکنه، فکرش همینطور داره میره، برم اینم جواب، برم اینم بگم، برم اینم داره تک. اینجا دیگه میره روی ابسشن، وسواسه. خب در نتیجه میبینیم این دوتا دست و دست هم دارن جلو میرن و حواسمون به این قضیه باشه. نتیجتا اولین پیشنهادی که میتونم بکنم، من ساعت رو هم دیدم، من تا 5 دقیقه به 11 هم میتونم در خدمتتون باشم، ولی بعد چون 11 قراری دارم مجبورم که برم. میخوام بگم که اگر ما نگاه کنیم توی خانوادهمون رفتارهای وسواسگونه هست یا اعتیاد هست. خب مثلا مامان من وسواس، مثال میزنم، اینا همه مثال هستش، من تاکید کنم، مامان من مثلا باید همه چیز رو چندین بار بشوره، تمیز کنه، وسواس تمیزی داره. خب مثلا عموی من وسواس مثلا فکری داره، یا مثلا دوباره میبینم که مثلا خاله من اعتیاد جنسی داره، و همینطور چیزهای مختلف، یا مثلا پدر من سیگاریه، یا مثلا دایی من به مواد مخدر گرایش داره. اگر اینا رو دارم توی خانواده میبینم، نگاه کنم، او اوکی، من احاطه شدم با یک سری رفتارهایی که پترن و الگو هستن، و یادمون باشه اون زنجیره که گفتیم. خب درنش میتونه به من برسه. خب من وقتی این رو میبینم حواسم باشه، آگاه باشم، به محض اینکه شروع میکنم نسبت به چیزای تمیز و کثیف آگاه میشم. ببین ممکن ناخودآگاه شما داری میری در ماشین همچنین داری صحبت میکنی، باز میکنی، سوار میشی، ولی اگه یه موقع یه لحظه مکس کنی که این در تمیزه یا کثیفه، یعنی آگاه هستی نسبت بهش. اگر که میری همینطوری داری صحبت میکنی، دکمه آسانسور هم میزنی، ولی اگر آگاهی نسبت بهش، یه دستمال که نکس برمیداری میزنی، خب اون وقت چی میشه؟ اون وقت یعنی که آگاهی نسبت، نمیگم اون کار رو نکنیم، ولی وقتی آگاهیمون زیاد میشه نسبت به چیزهایی که تمیز و کثیف هست، یعنی من دارم میرم رو به اون سمت. اگر دستم رو شستم شک کردم، اگر ماشینم، و گاهی اوقات واقعا برای من پیش میاد که میرم فکر میکنم گازو خاموش کردم یا نکردم، بلافاصله فکر میکنم این وسواسه یا درست دارم چک میکنم، یعنی با خودم محک میزنم صحت فکرم رو. بعد یادم میاد اوکی 5 دقیقه پیش چک کردم، خاموشش کردم، اون زمانی که چایی رو برای خودم ریختم مثلا اینو خاموش کردم، خیالم راحت میشه، صحت فکرم رو محک زدم، برای همین اون وقت چه اتفاقی میافته، با خیال راحت میرم. ولی کسی که وسواسش جلوتر رفته نمیتونه ول کنه بره، حتما باید برگرده و چک کنه. خب این یکی از کارهایی هست که اگر ما داریم توی خانوادهمون حواسمون باشه، مراقب باشیم، که یا اگر تو اطرافمون میبینیم و دوستیم باهاش، میتونیم بگیم ببین من یه چیزی رو در مورد یه مطلبی شنیدم و احساس میکنم که شاید تو هم بر جالب باشه بشنوی، اجازه دارم که بگم. اگه گفت آره، نگیم تو وسواس داری این کارو کردی، ما خیلی راحت رو آدمای دیگه لیبل میکنیم، برچسبش رو میکنیم تو وسواس داری، لطفا برای بقیه روانشناس نشیم. خب من چیزی رو خوندم، شنیدم، لایوی رو دیدم، اینطوریه، دوست داری برات بفرستم، فکر میکنم ممکنه تو هم دوست داشته باشی، یا به نظر من این چیزها دلایل که توی تو هست، اگه خیلی نزدیکترم ممکنه با این باشه، میخوای خودت هم چک کنی. یعنی به هیچ عنوان ما لیبل نکنیم، و اگر یه آدم دورتری هست فقط براش مثلا این لایو رو بفرستیم، خودمون نریم بگیم من میدونم تو اینجا. خیلی از اوقات ما حتی وسواس اون دانش داشتنه رو داریم، و به خاطر اینکه میخوایم بگیم من میدونم، خودم میرم لیبل میکنم در حالی که تخصص من نیست. خب این یه مورد. مورد در واقع شد 3 مورد، 2 مورد، و مورد سومی که به همون اون آلارم ها رو بده که کجا هستیم و حواسمون باشه، اگر دیدیم که یک رفتاری که تا حالا داشتم، خب مثلا مرتب کردن میزم، تا حالا 20 ثانیه طول میکشیده مرتبش کنم، حالا شده 20 دقیقه،
حتما یه آلارمه. اگر تا حالا تمیز کردن خونه نیم ساعت من سراتر قضیه رو هم می آوردم، الان شده 3 ساعت، یه آلارمه. یعنی مدتی که من دارم روی اون فکر یا روی اون تمیزی یا اون فکر وسواس گونه یا رفتار وسواس گونه میگذرونم، اگر داره زیاد میشه حتما با یه متخصص و یه مشاور صحبت کنیم. اینها چه دکتر برسه. مهداد فانتاستیک، ببخشید کاتتون کردم. حالا کار خوبی ببین، کردی. اکثر ما میدونیم، یعنی با همین چیزای خودمون اکثرا آشنان، آگاهی دارن که وسواسن. چه وسیله ای میتونیم به کسی که وسواس فکری داره یا وسواس داره کلن چجوری میتونیم بهشون کمک کنیم؟ اگه کسی نخواد مشاوره بگیره، اگه کسی نخواد روی دارو باشه، چه آپشن دیگه ای داریم؟ ببینید، اگه وسواس شدیده، خواهش میکنم که نگیم نمیخوام رو دارو باشم. داروها میتونی مثل چیه؟ مثل این عینکی که من میزنم. من چشمم ضعیفه، من نمیتونم از راه دور اینها رو بخونم، من باید عینک بزنم برای مطالعه، باید عینک بزنم. خب عینک قیافه منو تغییر میده، اینو این میکنه، اوکی. ولی اگه نزنم آسیب بیشتری میبینم و سردرد میشم و خیلی چیزای دیگه. وقتی که من اختلال دارم یا بیمارم، باید دارو مصرف کنم و باید برم پیش یه پزشک، باید برم پیش روان پزشک و روان شناس. یعنی نکنیم این کارو. اگر تشخیص داریم، اگه تشخیص داریم حتما میخوایم که بریم. اما اگر شروعشه و میخوایم مایندفول باشیم بهش، حواسم، اولا اگه میخواید روانشناس انتخاب کنید، یکی از بهترین چیزهایی که میتونید انتخاب کنید روانشناسایی هستن که شناخت درمانی یا CBT کار میکنن. CBT میاد با اکسپوز کردن فرد به خود اون مسائلی که هست، یعنی با مواجه کردنش، مواجه سازی، میتونه کمک کنه که این رفتارها کمتر بشه. یا اینکه با مدل اینکه فکر رو محک بزن که الان چه فکری باعث شد، مثل چیزی که من اشاره کردم، من دارم میرم فکر میکنم گازو خاموش کردم یا نه. خب این کارا رو من میتونم انجام بدم، اما متاسفانه میخوام تأکید کنم، متاسفانه میبینم که خیلی از عزیزان میخوان این کارو خودشون شخصا انجام بدن. مثلا شنیدن مواجه سازیه. به طور مثال اگر ما از یک حیوان، از حیوان میترسیم، بچه من از حیوان میترسه، ببخشید، من از حیوان میترسم، به من گفتن که خب مواجه سازی روشیه که کمک میکنه، تو بیا پیش ما بهت یاد میدیم کم کم این حیوان رو، گربه منم اینجا خوابیده دارم همینطوری نشونه تو میام اینو مثلا نازش میکنم برای اینکه یواش یواش میارمش برای اینکه عادت کنم بهش. خب حالا که اینه، بچه منم که از حیوان میترسه، میرم یه هوی یه سگ گنده برمیدارم میارم میذارم توی خونه، یا میارم به زور داره گدیه میکنه جیغ میزنه میبرمش میخوام نزدیکش کنم به یه حیوانی که ناز کن ناز کن چیزی نیستش و این بچه وحشتش چندین برابر میشه. در نتیجه بعضی از این درمان ها اصلا درمان هایی نیست که ما توی خونه بخوایم انجامش بدیم، حتما باید زیر نظر متخصص باشه، اون هم نه هر متخصصی. یعنی اگر کسی قراره در مورد CBT و مواجه سازی با این روش کار کنه، حتما باید بریم پیش متخصصش که تجربه این کارو داره، نه کسی که فقط یه کمی در موردش میدونه. یعنی حتی من مشاور نمیتونم این کارو بکنم، متخصص این روش باید این کارو بکنه، چه برسه به اینکه توی خونه. متاسفانه چون علوم روانشناسی علوم راحتیه، نه راحت نه، یه علومی هست که آشناس با کلام و حرف و اینها سر و کار داره، چیزیه که میبینیم فکر میکنیم ما میتونیم از پسش بر بیام. من توی یکی از سشنام داشتم خواب رو روش کار میکردم و اون طرف از من پرسید چقدر طول میکشه من بتونم مثل شما این خوابها رو اینطوری ببینم، یعنی تعبیر کنم. من ببین، این تخصص منه، یعنی من درس خوندم براش که به اینجا رسیدم. اگر تو هم درس بخونی میرسی، فکر نکن که یه مثلا تعبیر خواب نیست که بخوایم برین تعبیر خواب بشنوید. این هم همینطوره و به خصوص رو وسواس. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اون 20 ثانیه میشه 20 دقیقه و 20 دقیقه میشه 20 ساعت از زندگی من. و متاسفانه کسی که وسواس داره، مثلا وسواس رفتاری داره و چک میکنه، اطرافیانش رو کلافه میکنه و فکر کنی خودش استراب و انگزایتی داره، اطرافیانش هم کلافه میشن و مجبورش میکنن که حتما باید بری درمان کنی. و اون به خاطر حرف اطرافیانش و ترس اینکه اونا رو از دست بده میره درمان میخواد بگیره. درمان فایده نداره. میدونی چرا؟ چون توی این قسمت باید خود اون آدم بخواد.
خب در نتیجه اگه کسی و بره از یه متخصص کمک بگیره، اگر کسی دایگنوز شده، تشخیص داده شده براش با وسواس و OCD، خواهشم اینه که از متخصص کمک بگیرن. اما اگر تو مراحل اولیه هستین و این نشونه ها رو دیدین، به ویدیوهای مختلفی که از در مورد وسواس توجه بکنید، یاد بگیرید. CBT همینطور روش خوبیه. یکی این که میتونیم فکرمون رو محک بزنیم، یعنی بسنجیم این فکری که دارم میکنم واقعی هست یا نه. کار دیگه ای که میتونیم بکنیم این هست که لیست تهیه کنیم برای خودمون، برای اینکه از خونه میخوام برم بیرون این لیست رو داشته باشم. برای همین روی این نگاه میکنم و تیک بزنم عملا، چون تیک زدم به من نشون میده پس تو گاز رو چک کردی که تیک زدی، پس دوباره لازم نیست بری. و خودم رو از این فضا بیرون ببرم بالاجبار. اصلا کار راحتی نیست، به خصوص اگه جلو رفته باشیم، ولی برای شروع میتونه بهمون خیلی کمک کنه. پس یک، صحت ذهنمون رو محک بزنیم. دو، لیست برداریم از کارهایی که میخوایم بکنیم و کارهایی که باید بکنیم و بریم. سه، مایندفول باشیم، در حضور در لحظه داشته باشیم برای اتفاقهایی که داره میفته و تکرار میشه و برای اونها یک نشونه بذاریم. مثلا من وسواس دارم روی این که مثلا سه بار در رو باز کنم یا سه بار دستم رو بشورم. خب بیاین الان که سه بار هست بکنمش. خیلی خب، به جای سه بار دو بار، و روی این تعهدم بمونم به مدت یک هفته، دو هفته، یک ماه، ببینم که چقدر برای من کار میکنه. و بعد وقتی که دیگه به دو بار عادت کردم بکنمش یک بار. اما حواسمون باشه. برای چی میگم حتما با روان شناس و روان پزشک کار کنیم و متخصص این رشته، مگر توی اون چیزای اولی. ببین من استراب دارم، این استراب من، انگزایتی من باعث میشه که من دستم رو سه بار بشورم. حالا وقتی میکنمش دو بار چه اتفاقی میفته؟ انگزایتی من بالا میره. برای همین حتما باید زیر نظر کسی این کار رو بکنه. خب پس این سومین راه حل که کم کم کمش کنم. چهارمین راه حل، اگر مثلا بچه شما میخواین با چیزی آشناش بکنید و کمکش کنید، کنارش بشینید، که چون متاسفانه تو بچه ها هم این رو میبینیم، اولا باعث یا ریشه یا منبع انگزایتیش رو، استرابش رو کشف کنیم و کمکش کنیم، و بعد اینکه بهش کمک بکنیم که کم کم از اونجا بیاد بیرون، هم سطحش بشن، باهاش راه بیفتن و مسیر رو همراه بشیم. یعنی انگار توی ماشین نشستیم با هم داریم میریم از این مبدأ که وسواس هست به این مقصد که رها شدن از این وسواس هستش برسیم، همراهش باشیم. توهین، توبیخ، شدت عمل به خرج دادن بدتر میکنه. اگر کسی هستیم که توی خانواده اینجوری هستیم، مثلا مامان من اینجوریه یا برادر من اینجوریه، پدر من اینجوریه، اگر میتونم خودم رو دور کنم، چون این رفتار میتونه روی من اثر بذاره، ولی مطمئن بشم که هی به اونا تذکر نمیدم، چون اون استراب انگزایتیشون رو بیشتر میکنه، در نتیجه رفتارشون رو بدتر میکنه، و تشویقشون کنم که یه مشاور رو ببینم. فکر میکنم که با توجه به این توصیه هایی که کردم یه کمی میتونیم بریم از این وسواس بیایم بیرون، ولی حتما ببینیم یک روانپزشک و روانشناس رو. تهش اینه که بهمون میگه وسواس نداریم، چه خوب. اوکی. ولی از پوینت خود من که گفتم تمام این علائم رو تجربه میکردم، همین مثلا من کمد لباس و ساعتها وای میستادم که از بلند به کوتاه باشه، از رنگ تیره مشکی شروع بشه، ساعتها روی یه گل، یعنی من تمام اینا رو مکس کردم تا آخرش روی همین. ولی زمانی که دایگنوز شدم خود من شخصا دارو استفاده نکردم و روشی رو که انتخاب کردم اینه که بیماری رو خودم بشناسم. برای همین وسواس رو زیر و رو کردم چیه، و بعد اومدم روی انگزایتی، چون متوجه شدم که خب ریشه اصلی انگزایتیه، روی ریشه کار کردم و بعد یک بُعد دیگر رو باز کردم روی مدیتیشن، روی مایندفولنس، روی نفس کشیدن، که فرضاً
نفس. الان هم مثلا من دوره های چند 5 ماهه 6 ماهه میذارم دنیای درون بود، یا نمیدونم در این لحظه حضور کامل داشتن، که وقتی ما نفس رو آهسته میکنیم ذهن متوجه میشه که میتونه از فعالیتش رو کمتر بکنه. و یا مانتراهایی که من کاملا در امنیت هستم. خود من این روش به هم کمک کرد که بتونم در یک بعد دیگه بیام، و بعد اینکه اون لقب رو دیگه به خودم نچسبونم. یعنی من الان ممکنه بگم که من وسواس دارم، ولی هر لحظه کاملا آگاهم از هر قدمی که برمیدارم. یعنی یک ثانیه قبل از اینکه میخوام یک کاری رو بکنم، آگاهم که چرا میخوام این کار رو بکنم. و بعد توی اون دوره من خیلی یاد دادم تیم کردن منیت، رام کردن منیت و ذهن، که ما کامپاسیو نیستیم. یعنی به محضی که یه ارجی میاد، که اینم تیچینگ بودیزمه دیگه، درسته؟ که مانکا و بودیزم همه این رو به ما یاد میده که این ایگو یا ذهن یه میمونیه که دائما میخواد این بر اون بر بپره، و کاری که ما میکنیم خودمون رو با اون آیدنتفای نمیکنیم. متوجه میشیم این دستگاه، دستگاه فکره، کارش اینه، میذاریم اون کارش رو بکنه، ولی ما با هر ارجی نمیپریم، خودمون رو هی، یعنی خودمون رو که نه، ذهن و منیت رو تربیت میکنیم که آروم باشه. این سیستم رو چی فکر میکنیم؟ ببین، من خیلی عذرخواهی میکنم ازت. اگر میدونستم قرار هست که بیشتر از 1 ساعت باشه، حتما بیشتر وقت میذاشتم، چون قرار دارم 11 هر لحظه ممکنه زنگ بزنن. من فقط میخوام کوتاه بگم و بعد ازت خدافظی کنم و تو با عزیزان دیگه ادامه بدی. میخوام بگم که من 100% با تو موافقم اگر توی شرایطی باشیم که بتونیم این کارو بکنیم، اگر اون آگاهی رو داشته باشیم. خب مدیتیشن، مایندفولنس و همه اینایی که الان اشاره کردیم، حتی روش های سی بی تی که داریم، بلدیم، میتونیم، اگر میتونیم کنترلش کنیم، اگر این آگاهی رو داریم، فوق‌العاده است. ولی اگر این آگاهی رو نداریم و در این حد نیستیم، نمیتونیم. حتما باید کمک حرفه‌ای بگیریم. و تو این رو داشتی و تو اون جایگاه بودی که بتونی این کارو بکنی. ولی همه ما توی این شرایط نیستیم. برای همین هم خودمون رو ببینیم، شرایطمون رو ببینیم و با خودمون صادق باشیم، چون هیچ کسی نمیتونه بیشتر از خودمون با همون مهربون باشه. من واقعا لذت بردم و دلم خود ازت بشنوم، به خصوص که خودت این تجربه رو داشتی و ازش اومدی بیرون، و حتما با هم صحبت خواهیم کرد که بیشتر از تجربت استفاده کنم. و این لایف نمیتونست بهتر از این باشه، به خاطر اینکه خود تو این تجربه رو داشتی و سهیم شدی. خیلی ازت ممنونم. من خیلی ممنون. انشالله با هم دیگه لایو دیگه خواهیم رفت که بیشتر تو این قسمت بتونیم بریم. حتما. فدای تو. خیلی خیلی متشکرم ازت. روز خیلی خوبی. مرسی از تو و مرسی از همه عزیزانی که هستن. عاشقتم. مرسی قربونت. مرسی عزیزم. فدای تو.